برای بررسی بیشتر این خبر همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، قبل‌تر هم گزارش‌های درباره استفاده جمهوری اسلامی از هواپیماهای امداد رسانی برای ارسال سلاح به سوریه مطرح شده بود، نگرانی‌هایی وجود داشت. این گزارش رویترز چه نکات قابل توجه و جدیدتری رو مطرح کرده؟ خب باید گفت که درست قبلا هم از جمله مقامات اسرائیلی و همچنین رسانه‌های این کشور ابراز نگرانی کرده بودند و گفته بودند که جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده از زلزله سوریه است و تحت پوشش ارسال کمک‌های انسان دوستانه که سازمان ملل اجازه اونها رو میده به سوریه، داره سلاح هم به این کشور ارسال می‌کنه. حالا خبرگزاری رویترز در این گزارشی که امروز صبح منتشر کرده، به نقل از در واقع مقاماتی در اسرائیل، در خود سوریه، در ایران و همچنین در کشورهای غربی، این در واقع این موضوع رو تایید میکنه. گفتند که این در واقع تجهیزاتی که ارسال شده از جمله شامل تجهیزات پیشرفته ارتباطی هست، تجهیزات راداری و همچنین تجهیزات و لوازم یدکی برای سیستم‌های ضد هوایی و ضد موشکی که ایران خودش داره در سوریه در واقع می‌سازه برای رژیم بشار اسد، در میان کسانی که منابعی که این خبر بر اساس اون گفته‌هاشون نوشته شده، یک در واقع عضو کنونی ارتش سوریه هست و همچنین یک سرهنگ پیشین ارتش سوریه که به مخالفان پیوسته، منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که از همون دو ماه پیش، زمانی که این عملیات رو جمهوری اسلامی آغاز کرد، اسرائیل متوجه اون شد و به همین دلیل هم بود که حملات این کشور در خاک سوریه در دو ماه گذشته به شدت افزایش داشت. یک مقام دفاعی اسرائیلی که نامش فاش نشده گفته که مسئولیت این عملیات رو واحد 18000 در نیروی قدس سپاه بر عهده داره که فرماندهی اون رو یک فردی به اسم حسن مهدوی بر عهده داره. گفته که این مقام گفته که انتقال زمینی تجهیزات هم بر عهده واحد 190 نیروی قدس سپاه هست که فرماندهی اون رو هم فردی به اسم بهنام شهریاری بر عهده داره. باید گفت که نه سپاه پاسداران و نه دولت سوریه به این گزارش واکنشی نشون ندادن، اما از اون طرف در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گزارش رو دروغ خونده. یک منبع نزدیک به جمهوری اسلامی، فقط این رو هم بگم، که به رویترز گفته اگرچه زلزله در سوریه یک فاجعه بود، اما یک هدیه الهی هم بود که باعث شد ما بتونیم میزان زیادی اسلحه به سوریه بفرستیم.